خوشحالم که این بار با یکی از هنرمندان پرطرفدار و محبوب که خیلی ها تعقیبش میکنن و دلشون میخواد بدونن که کار جدید چه خبر، چه فضای جدیدی رو ساخته در فضای حرفه‌ای خودش با همکارانش، کنار من نشسته خانم آزاده زارعی عزیز و نازنین، دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو آرتاک هستن. خیلی خوش اومدین. سلامت باشین. سلام به شما و بینندگان عزیزتون. شما لطف دارین به من، منو شرمنده کردین. اختیار دارین. متشکرم از محبتتون. من قبل از اینکه فیلمتون رو ببینم کامنت های خوبی درباره بازی شما دریافت کرده بودم و یک کوچولو به خودتونم شاید منتقل کردم، اما بعد رفتم فیلم دیدم و به نظرم رسید که از بعضی همکاران پیشکسوت‌تر خودتون هم پیشتر اومدین و درخشانتر و فعالتر حاضر شدین در فضای فیلمی که خیلی همه چیز به تو گره خورده و سرد و دوچار سکونه و طبیعتاً این دروازی شما هم میباد که وجود داشته باشه و رعایت بشه، اما احساس میکردم که گاهی به این فکر کردین که یه جاهایی کمک بکنین برای اینکه از این فرم، یعنی به فرم مونوتون و یک نواخت کسل کننده هم دوچار نشین. اگه دوست دارید درباره تحلیلی که خودتون از این نقش داشتین و ایده هایی که براش داشتین که کامل تر بشه، بالغ تر بشه، وجوه متنوع تری رو پیدا کنه برامون حرف بزنید. ببینین، سردی رو آقای نعیمی از من میخواستن و جا هم داشت که این کاراکتر سرد، چون دچار یک شوکی میشه و شما نگاه کنید یک نفری اگر یک عزیزی رو از دست بده شاید همه ما بگیم بابا چرا اینقدر مثلا ریلکسه، چرا هیچ کاری نمیکنه، انتظار داریم که حالا بیاد باید بیاد بزنه تو سر رو مغز خودش. ولی اون دچار یک شوکیه. در برای لیلی هم یک اتفاق وحشتناکی تو زندگیش میفته که دچار یک شوکی میکنه و دچار یک بحرانه. به خاطر همین در یک جاهایی که واقعا اینا رو با آقای نعیمی صحبت کردیم و تعمدی بوده، ولی خب من وقتی فیلمنامه رو میخوندم چند جا رو گفتم اینجوری بازی میکنم و دقیقا همون اولین تصوری که تو ذهنم بود اینجوری بازی میکنم همون اتفاق هم افتاد. چند تا نقطه رو برای خودم گذاشتم که از اون حالتی که شما میگین بله، فضای بازی و بله ارتباطاتش. بسیار خوب. چقدر این کاراکتری که ما میبینیم، کاراکتری که برای همه ما آشناست، یعنی آدم عجیب و متفاوت و آنورمالی نیست که ما مثلا بگیم ما به ازاشو نمیشناسیم یا دور از ما شخصیه، ولی موقعیت ممکنه موقعیتی باشه که هر کسی تجربهش نکرده، ولی خیلی ها بیرون از سالن به نظرشون میرسید که این آدم ها باید رفتار براشفته تر و برای کار عجیب غریبی بکنه، عصبانی بشن، بهشون بر بخوره. اون آقا پژمان بازی کرده بود رگ غیرتش بالا بزنه، مثلا شما مثل همه خانوم هایی که در یه همچین مواقعی بالاخره سعی میکنن که فضای زندگی خودشون رو دوباره به دست بیارن، تلاش بکنه برای اینکه، ولی این تلاش ها خیلی نرم و آرام و خیلی زیر پوستی و در همون بهته گذشت. ریاکشن خودت نسبت به همچین موقعیت هایی چطوره و فاصله این آدمی که کنترل شده تر بود، همه چیز انگار براش ترمزی وجود داشت در همه چیز، حتی در اینکه ما احساس کردیم این آرام آرام نزدیک شد به دعوتی که اون آدم ازش میکرد برای ورود به یک رابطه جدید، حتی اما یه بازدارنده های مدام این آدم رو کنترل میکرد. لیلی خیلی شریف بود. شاید به خاطر این اتفاق افتاد. من برای خودم امیدوارم که از خودم و از همه آدم ها این اتفاق دور باشه، ولی اگر خود من برای من اتفاق می افتاد هیچ وقت ریاکشن لیلی رو نشون نمی دادم. برای همین برای من جذاب بود بازی کردنش. اگر که همون حرفی که همه می زنن آها چرا با بزنین بکشین اینجوری، دیگه اون لیلی نبود، دیگه کاراکترش متفاوت نمی شد. این آدم باید در وجودش یک ویژگی داشت که در انتهای فیلمنامه ببینیم و در انتهای فیلم ببینیم که یک بخششی رو انجام میده. بالاخره باید یک ویژگی و یک شخصیتی درونش وجود داشت. برای من این جذاب بود. اگر ریاکشن همه آدم ها رو نشون میداد، خب به نظر من لیلی یک لیلی بود که شاید به قول شما ما به ازاشو همه جا دیدی.
آره، و بعد اون ظرفیت و اون بخشش رو نمیشد ازش طلب بله. بردش. ریاکشن اتفاقا جالب، ریاکشن این آدم، خیانت که خیانته، ریاکشن آدم هاست. شاید مثلا شما دور از جونتون و دور از زندگیتون شما این برخورد رو بکنیش، شاید من یه برخورد دیگه بکنم. مهم ریاکشن است دیگه، ریاکشنی که تو برای اون اتفاق رو برات رخ میده. اون چه که دیدین روی پرده و فیلمی که دیدین محصول نماینده اون تلاشی که شما کردین، اون کلنجاری که شما رفتین در تولید فیلم بود؟ یعنی فیلم اونی که میخواستین شده بود؟ من دوستش داشتم. حالا نمیدونم، بالاخره آدم وقتی فیلمی بازی میکنه و انتخابش میکنه دوستش داره و یه عرق خاصی بهش داره. من خیلی دوستش داشتم. دلم نمیخواد مستقیما بهش اشاره کنم و برای همین مکس میکنم و فکر میکنم، اما این خرسندی که شما از حضورتون در این پروژه داشتین و بعضی همکارهای دیگه تون نداشتن، گله‌مندی هایی داشتن نسبت به فیلم، یا فیلم توقعاتشون رو برآورده نکرد، به نظرشون نمی‌رسید که محصول به این ترتیب خروجیش باشه؟ خب شاید ببینید، من راجع به خودم و نقشی که بازی کردم، ولی به نظر من یک فیلم شریف و جسورانه بوده. من خودم در هر فیلمی که بازی کنم، چه الان چه 10 سال دیگه 20 سال دیگه، اول فکر میکنم و با فکر اونو انتخاب میکنم و تا آخرین لحظه ازش دفاع میکنم و دوستش دارم. لیلی برای من در ذهن من هایلایت شده و همیشه تا آخر عمرم در ذهن من یک گوشه و یک عشقی بهش دارم، چون مظلومه، چون گناهیه و من دوستش دارم. چرا وقتی فیلمی رو براش متفکر انتخابش کردم، براش زحمت کشیدم، برای تک به تک پلان هایی که میخواستم بازی کنم ساعت ها رفتم در یک خلوتی و با خودم موزیک گوش کردم، با خودم فکر کردم و خودم رو تو اون موقعیت دیدم. و بعد مثلا بچه ها گفتم بچه ها وقتی که میخواییم پلان رو بگیریم به من بگیم بیام، پشتم رفتم و اون حسه همون حسی بوده که از تفکر، از حس به وجود اومده و برای من ارزشمنده و تمام قد ازش دفاع میکنم. طبعا. چون اگر که دفاع نکنم پس مطمئنن انتخابم غلط بود، و اگر انتخابم غلط باشه پس مسیری که دارم میرم اشتباهه. چه نشانه هایی یا چه ویژگی هایی وجود داشت که تو رو مطمئن کرد که این انتخاب درستی، انتخاب دقیقی؟ فیلمنامه‌شو که خوندم دوست داشتم. و یکی دیگه این که من نقشایی که به هم پیشنهاد میشد، من چون نقش پسر رو بازی کردم تو آمی خواهیم گفت، برای اولین حضورم در جلوی دوربین و در سینما، حتی اونجایی هم که دختر بازی کردی و تو ذهن مردم با باران مثلا، بله. دختره کاملا دختر آسیه یاقیه، بله بله، اکتیویه. هر کی به من زنگ میزد همونو از من میخواست، یعنی میخواستن که من تکرار کنم و من نمیخواستم تکرار کنم، چون به من ضربه میزد. شاید مثلا تعداد کارام زیاد میشد ولی برای من کیفیت مهم بود. ولی برای بازیگری که شاید محدوده، شما چند سالیست که درگیر حرفه‌ای بازی کردن شدین، و برای بازیگری که جوانتره، این درسته که بازیگر جوان‌تر این جسارت رو هم بیشتر داره، ولی عوض کردن زمینش گاهی براش سخت هم میشه. یعنی وقتی تو اون زمین شما بازی رو بهتر بلدی، تو فضای اون نقشایی که همیشه بهت پیشنهاد میشه، تجربهش هم کردی، پروبش کردی و خوب دیگه ظرافتش در اختیارته، یه دفعه این فضا رو عوض کردن هم شهامت میخواد و هم کار برای آدم سخت میکنه. اینجا آدم دست و پا بسته ای که حتی درست نمیتونه حرف هم بزنه، یعنی حرفش هم به کسی دیگه نمیتونه بزنه، از اکتش که دیگه بگذاریم. برای همین اینجا به نظر میسته کار سختی کردی و همه اون انرژی بیرونی که قبلا از شما در بازیگری دیدیم حالا باید تبدیل بشه به یه مجموعه ای از دریافت های درونی تر و بله، زیر بله، پوستی تر. بله. این پروسه رو چجوری پیش بردی و بهش دست پیدا کردی؟ نعیمی چقدر تونست بهت کمک بکنه؟ یا پارتنرت مثل پژمان؟ چون پژمان خودش هم آدم اوور اکتیه، آدم فعالیه، آدمیه که فیزیکی بازی میکنه خیلی و شاید نتونه توی همچین پاسکاری، همکاری خیلی به آدم کمک بکنه که آدم بره تو فضای شخصی. برای من سختی خیلی جذابیت داره. اینم خیلی سخته، چون به قول شما میگه شما یک کاری رو کردی، نتیجاش هم گرفتی، بازخوردار هم دیدی، میتونی برونو تکرار کنی، ولی این سختره که تو بیای بری یه چیزی که از قبل با قبلیات متفاوت بوده رو انجام بده. اتفاقا پژمان بازقی
بسیار آدم همراه و همدلیه و من خودم به شخصه دیدم که من شاید مثلا نشسته بودم اون طرف، دیدم در دیالوگ من داره میره با آقای نعیمی چونه میزنه، حرف میزنه، میگه آقا نه چرا با لیلی اینو بگه، چرا بیان اینجوری کن، و بعد میگه با استاد پاشو بیا حرف بزن. خیلی برای من جذابه وقتی که یک نفر این خودخواه باشه، فقط به فکر خودش باشه، میگه خب باشه اون لیلی هر کاری میخواد بکنه، ولی این مشورته، این حرفه، و اگه دو نفر با هم خوب در بیان، یعنی من نقشم رو خوب باز کنم، مطمئنن رو نقش پارتنر رو بروم تاثیر میذاره، و برعکس. آقای نعیمی هم همینطور با صحبت سعی میکردیم در مورد هر سکانس حداقل قبلش نیم ساعت صحبت میکردیم. میخواستم شوخی کنم اینو بگم که کاش که پژمان راجبه یکی از دیالوگای خودش هم این چکوچونه رو با آقای نعیمی حسابی زده بود، دو سه تا دیالوگ بیرون زده داشت، از جمله اون پیشنهاد با کلمه متحد، من و تو اگه با هم متحد بشیم، خیلی دیالوگ بیرون زده بود. آقای نعیمی رو دیدم یادم رفت بهشون. خب ببینید اتفاقا به نظر من روش فکر شده است، من به نظر شما کاملا احترام میذارم، به دلیل اینکه یک جایی که فرداش تو بیمارستان لیلی رو میبینه بهش میگه من پرش افکار دارم، نمیدونم هر چی به ذهنم میرسه به دهنم هم میاد. این موقعیت دردناکه، نمیدونی. من خودم توی موقعیت های اینجوری قرار گرفتم که یک اتفاقی برام میفته، نمیدونم یه چیزایی میگم، من میگم تو گفتی این حرفو، اصلا از تو بعیده. به نظر من اتفاقا اینا تعمدی بوده و روش بحث شده. متوجهم که این توجیه، این که آدم ها در این شرایط ممکنه سنجیده حرف نزنن. بله. ولی آره، مثلا من راجع به کلمه بیشتر گفتم که زبان و ادبیات دیالوگ رو شکل میده، ولی آره دیالوگی میتونه مضمونش این اتفاقه باشه. خب نقشه و برنامه آینده چی دارین؟ چه فکری؟ پیشنهاد خوب؟ پیشنهاد که چند تا سریال بوده که قبول نکردم. با تلویزیون فاصله گرفتیم. من معتقدم اگر که من یه سریالی بازی کردم که خب خیلی پرمخاطب بود، نقش یکش بودم، کاراکتر عجیب غریبی داشت و مردم دوستش داشتن، باید بعدی و حد زیر اون بازی نکنم دیگه. به نظر من این اگر این کارو بکنم غیر هوشمندانه است و به خودم لطمه میزنم. سعی میکنم این کارو بکنم. چند تا سریال بوده که نپذیرفتم، یک سینمایی به هم پیشنهاد شده و اونم خیلی نقشه عجیب غریبیه و دوستش دارم، ولی هنوز درگیر پروانه ساخت و این ماجراها هستن، ولی نمیشه. اساساً هم تو این چند سال دو سال گذشته نشون داد که خیلی عجله ای نداری برای اینکه پشت هم و تون 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 کار کنی، یعنی یه تومنینه ای هم توی انتخابات و بازیات هست. میدونین من دوست ندارم به هر قیمتی جلوی دوربین باشم. شاید اگر برام فقط دیده شدن، این که بگیم همه دوست دارن دیده بشن، هر کی، یعنی حتی آدمی که در سر کوچه ما یک سوپرمارکت زده، دوست داره که سوپرمارکتش از بقیه سوپرمارکت ها بیشتر دیده بشه، و در همه کارها، در همه شغل ها، به خصوص در شغل ما که خب اصلا این جاش جلو دوربینه، بله، و دیده شدنه خیلی بولتره. برام این مهمتره که یعنی دغدغه دارم، ولی نمیخوام به هر قیمتی جلوی دوربین باشم. سعی میکنم که صبر کنم، و خب بازیگری هم سن نداره که، یعنی نباید بترسم که از این که سنم شاید بره بالا شاید، و سعی میکنم در این فواصلی که شاید کاری رو رد میکنم، سعی کنم که یک چیزی رو به خودم، به تفکرم اضافه کنم. سعی میکنم بخونم، شعر بخونم، کتاب بخونم، چون اینا واقعا کمکت میکنه در بازیگری. تمرین همینطوره. شما مدیوم تلویزیون رو طعمش رو چشیدین، برای اینکه سریال بوده دیگه میتونیم بگیم مفصل، برای این ماها درگیرش بودین. سینما رو همینطور، کار تئاتر انجام دادین. بله. این اواخر یا بله. فکر کردین، یعنی تو برنامه زندگیتون هست اصلا تئاتر هم یا نه؟ بله بله، من اصلا دانش آموخته رشته تئاترم. خب من اینو نمیدونستم. بله، بعد در هنرستان تئاتر خوندم و در دانشگاه کارگردانی سینما خوندم، و از بچگیم در اصفهانم بودم تئاتر کار میکردم. تئاتر برای من بسیار
ارزشمنده به خاطر اینکه تو رو پخته میکنه. بازیگری در تئاتر بسیار سخته. کار قبلی تئاترم نمایش پری بود که بازیش کردم که چند تا شخصیت رو با هم بازی میکنم، خیلی برای من بود. یک نمایش ایرونی بود و تا حالا ایرونی بازی نکردم، خیلی دوستش داشتم. چه خوب، چه خوب، خیلی خوب. من چیز خاصی به ذهنم نمیرسه درباره این فیلم، چون قرارمون اینجا اینه که متمرکز راجع به این فیلم حرف بزنیم و شما هم با یک کار در جشنواره حضور دارید. چیز خاصی به ذهنم نمیرسه پرسم، مگر اینکه شما مایل باشید راجع به نقشتون توضیح رو اضافه کنی یا نه. فقط میخوام راجع به فیلممون بگم. فیلم ما یک فیلم کاملا مستقل و جسورانه است و از تیم همه بچه های هایلایت تشکر میکنم. آقای ساسن سالور که واقعا آدم خوش انرژی هستن و برایشون و معتقدن به انرژی و این انرژی رو از ایشون به تک تک بچه ها منتقل شد و بچه ها از پشت صحنه به جلوی دوربین این انرژی رو منتقل کردن. خیلی ممنونم از اینکه کنار ما نشستین، با ما صحبت کردین و وقت گذاشتین برای این گفتگو. خیلی خوشحال شدم از صحبت با شما. ممنون و خسته نباشید. امیدوارم لذت برده باشید رفقا.